پیامبر رو میبینیم که از غار حرا میاد بیرون با امکانات زیر صفر چه کار میکنه؟ شروع میکنه به حرکت جامعه و یک تمدن بزرگی رو برپا میکنه اون وقت من و شما که این حرکت رو میبینیم بگیم که ما میتونیم چرا ما میتونیم؟ چون که ما پیروان این پیامبر هستیم پیامبر ما که تونست یعنی به ما گفت که شما میتونیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو در بدترین حالت های زندگی می بینیم. پیامبر رو میبینیم که از شهرش رانده شده میبینیمش که در مراحل مختلف سفر هجرت به حالت هایی میرسیم که دیگه همه عقل و منطقه ما میگه که تموم شد پیامبر رو الان سراقت ابن مالک میکشه پیامبر رو الان قریشیان زیر سنگ به سلام غار سر میبینند و اعدامش میکنند پیامبر رو الان قریشیان حمله کردن به خونش تو خونش ترورش میکنند همه اینها با عقل و منطق ما با همه داده های علمی و اندیشه و نقشه و خدعه و نیرنگ همه نهایتش به این هست اما میبینیم که نه در همین حالت پیامبر ثابت قدم هست در همین حالت پیامبر عقب نشینی نمی کنه در همین حالت پیامبر توکلش بر الله هست پیامبر عظمت الله متعال رو احساس می کنه و یعص و ناامیدی رو نمی شنسه. اون وقت من و شما در بدترین حالت های زندگی در سختترین حالت های زندگی عقب نمیریم میگیم که ما پیروان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هستیم اون طوری که پیامبر تونست ما هم میتونیم اون طوری که پیامبر به جلو رفت ما هم میتونیم و همون طوری که پیامبر ناامید نشد ما هم ناامید نمیشیم امیدمون به الله هست امیدمون به قدرت مندی الله هست پیام خدایی که پیامبرش رو زایه نکرد ما رو زایه نخواهد کرد خدایی که پیام رو فراموش نکرد ما رو فراموش نخواهد کرد یعنی این الگویی که خداوند متعال جلوی روی ما گذاشته از پیام اکرم صلی الله علیه وسلم در ما روحیه فعالیت رو میده و روحیه عمل رو به ما میده به ما میرسونه که مثل پیامبر باشیم مثل پیامبران باشیم و دعاهایی که پیامبران برای ما گذاشتند و برنامه ای که پیامبران برای ما گذاشتند رو به ما نشون میدیم اون وقتی که ما دیگه میتونیم واقعیت زندگی رو درک کنیم دنی پیامبر رو ببینید چطور میبینیم پیامبر رو در کمال تواضع و فروتنی میبینیم پیامبری که در کمال تواضع و فروتنی هست در کمال برنامه ریزی و اهداف بزرگ هست در کمال بسرا امیدهای بزرگ این نیست که بسرا وقتی که ابعاد شخصیتی تکامل نداشته باشه توازن نداشته باشه ما انسان ها رو در کمال توازن میبینیم انسانی که در کمال توازن میبینیم چی هست اون انسانی هست که یک درویش بیچاره یک خاک به سر, سر به این مثلا میگیم که آقا این انسان بسیار متوازی هست اما نه این انسان متواضع برنامه زندگیش چه هست در پی چه هست در پی عزت اسلام هست در پی به ثمر رساندن یک برنامه بزرگ هست یا نه سرش تو لاک خودش هست و همین مسیر رو ادامه میده نه 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 پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم متواضع فروتن رو میبینیم که چشمش به فتح مکه هست چشمش به فتح بیت المقدس هست چشمش به فتح جهان هست یعنی حرکت دعوت اسلامی رو برای ما به این صورت چهر میده که این حرکت شما ای انسانها هدف اصلیتون رسیدن به این از تمام جامعه بشری رو روی شما حق داره این حق مؤمنی یه حق بزرگی هست که خداوند متعال به شما داده وقتی که خداوند متعال شما رو صدا میزنه یا ایوها الذین آمنو ای مؤمنان یعنی این لقب و این شرافت و این مکانت رو به شما میده این علکی نیست این در مقابل این باید باها پرداخت بکنی باهاش چی هست؟ باهاش همین حرکت به سوی جلو هست حرکت به سوی ساختار جامعی بشری حرکت به سوی انسانسازی یا ایوه الذین آمنو وقتی که یا ایوه الذین آمنو شد باید ثابت کنی که تو مؤمنی و لیاقت این صدای الهی رو داری که تو رو یا ایوه مؤمن... الذین ایو آمنو بگیم